بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان، همراهان خوب برنامه روشن. و امیدوارم که در هر کجایی که هستید و برنامه خودتان را نگاه میکنید، انشاءالله که همواره صحتمند، سلامت، جانجور، تیار و در امنیت زندگی کنید انشاءالله با امید خدا. یک روز چهارشنبه دیگر است و باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم اخلاقی بزرگوار هستیم، از حضور ایشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم اخلاقی، بسیار خوش آمدین. علیک سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. یک سلام خدمت شما مجری گرامی، یک سلام ویژه و گرم خدمت شما بیننده عزیز و محترم. امیدوار هستم که جور باشید، تیار باشید، هر جا که هستید در کنار فامیل محترمتان اوقات خوشی را سپری کنید و صحت امنیت بر شما روز افزون بوده باشه. در خدمت شما هستم. انشاءالله. بسیار تشکر از شما. بینندگان عزیز، همونطور که شما عزیزان هم در قسمت‌های گذشته برنامه خودتون، برنامه روشن و در روزهای چهارشنبه شاهد بودید، موضوع برنامه درباره مسئله تعصب و عصبیت هست و خانم اخلاقی کارشناس محترم برنامه برای از ما و شما توضیح دادن که تعصب داشتن نسبت به قوم و قبیله و حتی مذهب و نسبت به داشته هایی که یک انسان داره امر نکوهیده و ناپسند است و خداوند مهربان و اسلام عزیز این مسئله را به هیچ عنوان تایید نمی کنه. در روایات بسیار زیادی از بزرگان دین ما، از پیامبر ما و همچنان از ائمه معصومین از ما بسیار رسیده که تعصب را، آثار منفیش را ذکر کردن و گفتن که یک انسان مسلمان نباید که تعصب داشته باشه. و همچنان روایات، در کنار روایات آیاتی هم در قرآن عظیم الشان وجود داره که نفی میکنه مسئله تعصب و عصبیت داشتن را. روایت بسیار زیبایی را و روایت بسیار عملا ترسناکی را برای از ما شما ذکر کردن کارشناس محترم خانم اخلاقی که از پیامبر ما رسیده که هر کس به اندازه ذره خردلی، دانه خردلی تعصب و عصبیت در دلش وجود داشته باشه، در روز قیامت به همراه اعراب جاهلیت محشور میشه. بنابراین اگر ما و شما به عنوان مسلمان ادعا میکنیم ما مسلمان هستیم، ما پیروی پیامبر هستیم، ما پیروی قرآن هستیم، باید که سعی کنیم که این مسئله را و به عبارت ای بیماری را از دل خودمون بزداییم، پاک کنیم، تا انشالله که پاک و پاکیزه و مطهر بدون حتی دانه خردل تعصب از دنیا بره. در این برنامه سوال ما از کارشناس محترم خانم اخلاقی خواهد بود که چه کنیم تا این مسئله، یعنی تعصب را از دلهای خودمون پاک بسازیم. خانم اخلاقی، ما میدانیم که تعصب بسیار امر ناپسند است، ولی وقتی به زندگی خودمون نگاه میکنیم گاهی اوقات به دلیل شرایطی که درش قرار داریم، تحت تاثیر شرایط یا دلایل روحی که ممکنه داشته باشیم، دلایل روانی که ممکنه داشته باشیم، به هر دلیلی ناخودآگاه نسبت به یک سری مسائل تعصب داریم. شاید احساس میکنیم که یک منفعتی وجود داره برای از ما در این تعصب داشتنمون. دلمون میخواد که دینمون حفظ شه، منفعتمون را در حفظ دینمون قطعا میبینیم و فکر میکنیم راه حل حفظ دین تعصب داشتن است. یا طایفه خودمون را دوست میداریم و دلمون نمیخواد که طایفه از ما آسیب ببینه در یک جامعه ای که ممکنه که طوایف مختلفی زندگی بکنند. یا مسئله‌ای که در جامعه ما وجود داره بیشتر مسئله اقتصادی است، رقابت‌های اقتصادی بسیار زیاد است و ما می‌خوایم که خانواده خودمون، فامیل خودمون منفعت اقتصادی را ببرن، چون اگر که اینها نتونن که سود اقتصادی ببرن، تایید سپاهی شون، ممکن آسیب‌های بسیار زیادی برشون برسه. بنابراین فواید و سودها و مصالحی را ما ممکنه در تعصب ببینم که ناخواسته اینا باعث شوه که من یک انسان متعصب شوم. چه راهکارهایی را شما پیشنهاد میکنیم برای از من که بتانم تعصب را که یک رقم با گوشت و جان از من به عنوان یک فرد آمیخته شده ایره از خودم پاک بسازم؟ درست است. تشکر از مقدمه بسیار خوب شما. در واقع شما همه همو عوامل و موجباتی که ایجاب میکنه تعصب ورزی در جامعه شروع پیدا کنه
بیان کردید و ما در برنامه های پیشین رو به صورت دو فاکتور کلی گفتیم که یکیش نادانی و جهلی در جامعه است، ناگاهی است، و یکی دیگه از اونها کبر میتوانه باشه. اما سوال برنامه امروز است که خب حال که مشکل را بیان کردیم، دلایلش را بیان کردیم، معضلاتش را بیان کردیم و گفتیم که خب نیست که رواج داشته باشه و جلویش گرفته نشوه، چه راهکار عملی را شما که از باب دین صحبت میکنید، چه راهکار عملی را آموزه های دینی به ما سفارش کردن تا در مقابل این بیماری از خود نشان دهیم یا همیت داشته باشیم تا او را از بین ببریم؟ در واقع باید الان یک تعصبی داشته باشیم، یک تعصب خوبی داشته باشیم نسبت به از بین بردن این تعصب منفی که در چندین برنامه در مورد مضراتش صحبت کردیم. خب وقتی که دلیل او جهل بود، ناگاهی بود و کبر بود، خب مسلم است که هر چقدر که در یک جامعه مکاتب، مساجد، پایگاه‌های علمی و آگاهی بخشی افزونتر شوه، فعالتر شوه، کم کم او این مطلب، این بیماری کم رنگتر خواهد شد. اما به صورت علمی اگر بخوایم در مورد صحبت کنیم، اجازه بدید که یک اشاره به همون وظیفه‌ای که در دین هست هم میکنیم و او ایست که غیر از مکاتب، همه مجامع علمی که هرچی فعالتر شوه و ما خودمان به دلخواه خودمان برویم به سمت مکاتب و علم آموزی بکنیم، یک وظیفه دیگه بر عهده دین و آموزه های دینی است. ما از آموزه های دینی چی میتوانیم برداشت کنیم و استفاده ببریم؟ شاید اطلاع داشته باشید، خب خبر دارید که دین سه شاخه است، یک قسمت از او شرعیات است. آیا شرعیات میتوانه ما را در این مطلب کمک کنه؟ مسلماً خیر. آیا اعتقادات که یک شاخه دیگه ای از دین است میتوانه؟ نه به او اندازه نمیتوانه کمک کنه. یک قسمت دیگه در دین میمانه که تاکید بسیار بر او داریم که او بهترین کمک ها را میتوانه در برابر ای بیماری اجتماعی به ما بکنه و او شاخه اخلاقیات است. تاکید بسیار زیادی رو میخواییم در این برنامه بکنیم بر روی تمرکز روی اخلاقیات. یک دلیلش ایست که خب اخلاقیات یک چیزیست که خاص یک دین نیسته، یعنی اونطور نیست که فقط مختص دین اسلام باشه. علما فرمودن که اخلاقیات مشترک بین همه ادیان و مذاهب هسته. حتی اخلاقیات مشترک کسی است که دین داره و دین نداره. بله، یعنی بله. کسی که حتی ملزم به هیچ دین نیسته به یک اخلاقیاتی پایبنده. یعنی بیشتر مسائل اخلاقی بین ما مشترک است. لسا تمرکز خودمان را میبریم روی اخلاقیات از زاویه آموزه های دینی که به ما چه آموزش هایی دادن. درست. اولین سفارشی که در دین اسلام از مجموعه روایات و آیات میتوانیم برداشت کنیم ایست که منصف بودن را در خودمان بیشتر تمرین کنیم، انصاف را در خودمان بیشتر تمرین کنیم و این یک درمانی است که حالت وقتی که شما تعصب ورزی را یک بیماری میدانید، حالا بروید به صورت به سوی نقطه مخالف تعصب. مخالف تعصب طبق روایتی که در از امام کاظم علیه السلام بر ما رسیده است ایست که انصاف می باشه. امام کاظم علیه السلام می فرماید که همیت از لشکریان جهل و نادانی است و نقطه مقابل آن انصاف است که از لشکریان خرد و دانایی است. طبق روایت نقطه مخالف تعصب انصاف است. گفته شده است که اگر میخواهید از شر بیماری خلاص شوید، خود را به او خصوصیت مخالف او زینت بخشی کنید. اگر برایتون سخت است، به صورت آسته آسته به تدریج این کار را انجام بدهید و در خودتان پرورش دهید. مثلا کسی که همیشه عادت داره که وقتی که یک موضوع علمی پیش میایه یا یک موضوع دینی پیش میایه، به جای آوردن برهانهای محکم، به جای آوردن دلیل و مطالعه بیشتر، از جدل و مشاجره استفاده کنه. یکی از بزرگان به یک نفر فرموده بود که خب دفعه بعدی که یک مباحثه بر پیش آمد، یک بحث علمی پیش آمد، روی خود تمرین کن. این بار اگر میبینی که طرف مقابل شما دلایل خوبی میاره، دلایل محکم میاره و حرف او بر حرف شما ارجحیت داره، سکوت کو یا یک چیز را اعتراف کو و با شکستن غرور ایر بیان که خب به نظر میرسه که حرفهای شما
بهتر است، دلایل شما محکمتر است. همین مسئله خانم اخلاق بسیار سخت است، چون که خیلی انسان سخت است و است. غرور انسان، بله. و به ویژه در شرایطی که در حال جدل و در حال مشاجره با طرف مقابل هستیم، ممکنه با اینکه ما در وسط این مشاجره میفهمیم که حرف او طرف مقابل برحق است، چون جایگاه جایگاه مشاجره و جدل است، نمیتونم که اقرار بکنم که این مسئله که شما میگید مسئله برحق است، گرچه که در دلم اقرار بکنم این مسئله را، ولی به زبان نمیتونم بیارم و همچنان ادامه میدم. شاید یک تجربه بله. مشترک بین بسیاری از ما انسان ها باشه چنین چیزی. به همین دلیل است که آموزهای دینی نصیحت میکنند که روی انصاف و اخلاق منصفانه داشتن تمرکز داشته باشید. حتی زمانی که فکر میکنید که از یک چیز بسیار خوب دارید دفاع میکنید، حواستان باشه که اگر شما به جای انصاف داشتن وارد وادی جدل و مشاجره شده اید، نه تنها کمکی به او چیز خوب نمیکنید، مثلا موضوعات دینی، بله بلکه باعث فساد او میشوید. بله امام سجاد علیه السلام در این باره میفرماید که الجدل فی الدین یفسد الیقین، یعنی که جدل کردن در مورد موضوعات دینی نه تنها که فایده نداره، کارآمدی نداره، اتفاقا یقینی هم خودت را و هم طرف مقابل و هم مخاطبانی که در اونجا وجود دارن را فاسد خواهد بله کرد. بله وقتی ما ببینم که یک نفری که از یک مسئله دفاع میکنه و یک نفری ترش روی است، بدخوی است، با جدل و مشاجره برخورد میکنه، یک نکاتی را که به نظر صحیح میرسه او را رد میکنه، خود دیگه هر گپی هم که بزنه من احساس میکنم که شاید او گپ یک گپ نادرست باشه، ولی او که گپش گپ درست باشه یک مسئله دینی باشه. بله. یک بار دو عالم، تقریبا دو کسی بودند که یک دانسته های نسبت به دین خود داشتند، نه انقدر که عالم بسیار بالایی باشند نبودند، از دو تا دین مختلف بودند. اینها در حضور یک جمعی مناظره داشتند، مناظره دینی داشتند، حرف های خوبی هم می زدن، حتی برهان داشتند، دلیل علمی داشتند، ولیکن به خاطر که یکی از این علما در دعایی که میخواست اول بحث را شروع کنه حرف از ای زد که خدایا ای مفسدین را هدایت فرما، همین کلمه هدایت فرما و مفسدین باعث شد که یک حالت جدل پیش بیایه و او طرف مقابل او را به دل بگیره و قبل از او که مطلب خوب پیش میرفت، این حس و این حسی بدی که در مخاطب ایجاد کرده بود باعث شده بود که اتفاقا و عالم دیگه که یک عالم مسیحی بود در مقابل عالم مسلمان یکم رویه جدل را پیش بگیره و این کار ای عالم باعث شده بود که همین بی‌دقتی کوچک باعث شده بود که مثلا یک سری تهمت ها زده شود به بزرگان دینی، یک سری آیات کج فهمی شود و تقطیع صورت بگیره، یعنی یک قسمتی از یک آیه را مثلا بررسی کنه و او مخاطبی که مطالعه نداشته بود ممکنه فکر کنه خب حرف این شخص مقابل درست است، لذا باید مواظبت داشته باشیم. درسته. خانم اخلاقی، من شما که حرف از مناظرات زدید، من به یاد مناظرات امام رضا علیه السلام افتادم که بسیار مشهور هم هستند و در تاریخ ذکر شدن و با جزئیات هم در کتاب های تاریخی ذکر شدن. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که فضایی که امام رضا علیه السلام مناظره را انجام میدن، سعی میکردن که همین انصاف را در مناظره خودشان رعایت بکنن و همین باعث میشد که طرف های مقابل هم سعی کنن که منصفانه تر برخورد بکنن و ما افراد را داریم که در سر مناظره دینشان را عوض کردن و به اسلام مشرف شدن. و ما فکر میکنم اگر او فرد مقابل، اما کسی که با امام رضا علیه السلام مناظره میکرد، اگر که از انصاف بی بهره بود، در او لحظه نمیتونست که غرور خودش را زیر پا بگذاره و مشرف به دین مبین اسلام شده. فکر میکنم اگر که من به عنوان یک انسان عادی باشم و با همین غروری که دارم و با همین بی‌انصافی که گاهی اوقات در من تبارز پیدا میکنه باشم، در چنین موقعیتی قرار بگیرم، شاید بسیار سخت باشه اعتراف کردن به یک مسیری که من یک عمر زندگیم و بر او اساس چیدم اشتباه است و بعد مسیر درست را انتخاب بکنم. یعنی میخوام بگم که انصاف داشتن باعث میشه که یک نفر زندگیش آنچنان تغییر بکنه در یک لحظه که از کفر به پناه اسلام بیایم. بله، این دلیلش به خاطر است که امام رضا علیه السلام بسیار توانایی و قدرت زیادی در آوردن برهان و دلیل داشتن و به هیچ وجه از جدل استفاده نمی کردن. به نظر می رسه که این مثال هم به ما نشان می ده که رعایت اصول اخلاقی، اخلاق آرام و
منصفانه داشتن چقدر تأثیر گذارتر از او دلایلی است که ما بعدن می آوریم. یعنی اول یک جلب اخلاقی انسان داشته باشه و بعد از او دلایل و برهانهای خوده بیاره. حتی مسائلی که شاید دلیل و برهان سم و صحیح هم نداشته باشن، اگر یک فرد با اخلاق و خوشخوی بیان کنه دشان دیگه مردم خوب میرسه. تأثیر ما در تاریخ میسیونرهای مسیحی را داریم که به کشورهای دیگه میرفتن و با اینکه مسائل کلامی و اعتقادی مسیحیت، همونطور که شما خانم اخلاق در زمینه متخصص هستن، میدونید که مسائلی هستن که بسیاریش دیگه از دایره برهان خارج هستن و بعضیش دیگه کاملا ضد برهان و عقل هستن. اما چقدر جالب که این مبلغان مسیحیت با اخلاق خوشای خودشان میتونستن که بقیه را به سمت خودشان بیارن. خب در جهانی که سایر ادیان تمرکزشون بیشتر روی اخلاقیات است، خب به نظر میرسه که بر ما هم اهمیتش آشکار میشه که چقدر اخلاقیات در روبرو شدن با سایر اقوام، نژادها و تفکرات مهم هست. درست. اما دومین موردی که در آموزه‌های دینی به او اشاره شده برای مقابله با تعصب ورزی جایگزین کردن است. دین اسلام یک دینی است که اگر شما را ممانعت میکنه از یک اخلاق بد، برایش یک جایگزین می آورد. بله. اگر می گوید که بخل و خسیس بودن یک خسیسه بدی است، خصوصا برای سرپرست های خانوار، از او بر حرف است بخشش می زنه. همانطور بله. که گفته شده است، اگر می خواهید بخل و خساست را از خود دور کنید، آهسته آهسته می توانید با بخشش کردن یک چیزی کم شروع کنید و کم کم با دیدن فواید او کار کاملا خصیصه بخل را از خود دور کنید، نسبت به تعصب هم همین اتفاق ممکن خواهد بود. یعنی به جای خصیصه بد عصبیت ورزی منفی، همونطور که در برنامه های قبل حرف زدیم، جایگزین او چی میتوانه باشه؟ غیرت ورزی روی موضوعات خوب. همونطور که امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه به صورت آشکار گفتند که اگر چاره جز تعصب ورزی نداری، حال تعصب خود روی یک موضوع دیگه پیاده کنید، روی یک همکاری و همیاری مظلومان، روی کمک به مستضعفان، روی مکارم اخلاق. بله. یعنی موضوع را عوض کنید، جایگزین برای او بیاورید. به این ترتیب به جای او کینه ها و او دشمنی هایی که ممکن از او عصبیت منفی در جامعه گسترش پیدا کنه، برادری، برابری، محبت، همدلی روز به روز گسترش بیشتری خواهد پیدا کرد. بله و فقط با این جایگزین کردن. بله خانم اخلاقی، وقتی که ما به کشور خودمان افغانستان هم که نگاه میکنیم، متوجه میشیم که شاید سرآغاز و علت بسیاری از مشکلات مردم از ما تعصب باشه و تعصب نابجای باشه برای مسائلی که این مسائل باعث نفاق میشن و دقیقا بر ضد اخلاق اسلامی عمل میکنن. اگر که ما به عنوان ملت افغانستان، مردم افغانستان، بتانیم که با این خصیصه ناپسند اخلاقی مقابله بکنیم، شاید که انشالله یک روزی شوه که روز و روزگار ما هم خوب شوه با امید خداوند. اگر اجازه بدین خانم اخلاقی، یک میان برنامه رو ببینیم به همراه دوستان عزیز، بینندگان خوب برنامه، و باز در خدمت شما خواهیم. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 را فراموش نکنید. شما عزیزان میتونید که همین الان هم اگر هر کدام سوال و انتقاد، پیشنهاد در مورد برنامه خودتان، برنامه روشن را دارید، با همکاران از ما از طریق واتساپ در جریان بگذارید. اگر میان برنامه کوتاه را میبینیم و باز برمیگردیم. بوی خوش نسیمی دلنواز از دور دست می آید، در وجودت تکه‌ای از بهشت جا مانده است، آنگونه که از چشمانت عطر یاس می تراود. روشنای چهره‌ات با افق‌های دور و درخشان نسبت دارد. ریشت از مقدم ترین رودخانه آب می خورد، نخلها پیش قامتت کوچک می نمایند. ای قاسم دوست داشتنی، نامت از دهان زمین نمی افتد،
آزادگی دوست دیرینه تو، خورشید همبازی کودکیت و عشق همسفر همیشگی توست. پرندگان چشم بر قانون رهاییت دوختند، می آیی و پنجه در پنجه کوه می افکنی و فرو می ریزیش، می آیی و از جای گام های سپیدت درختانی از آینه قد می کشند. بر اسب که می نشینی بارانی از ستاره باریدن می گیرد، مهتاب امواج نگاه توست که بر دامن آسمان می ریزد. لبهای ترک خورده ات سال هاست فرات را سر در گریبان نگه داشته است. صفحات آن زهر سرخ را ورق می زنم، رد نگاه های پر هیبت توست که بر جا میخ کوبم می کند. چهره ات در آن زهر داغ مثل ماه می درخشید. چه دلیران جنگیدی، از نگاهت غم می بارید. اشتیاق تو زبان زد شده وقتی که دیدند بند یک کفش تو از آتش رفتن باز بود. این چنین زخم فقط قسمت تو تنها بود. تو یادگار برادر هستی و عزیزتر از جان. واژه ها در برابر تو چقدر کوچک و حقیر می شوند. وقتی مر در چشم تو شیرین تر از عسل است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان و دوستان و خوبان. شما بیننده برنامه زندان مستقیم روشنا هستید. شماره تماس مثبت 964-780-255-13 و این برنامه اختصاص داده شده تا شما عزیزان بتانید که در هر کجایی که هستید از طریق واتساپ بتانید که با برنامه خودتان در ارتباط شوید. اگر کدام سوال در مورد موضوعات برنامه دارید برای از ما روان کنید و اگر انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان دارید بسیار خوش میشیم که انتقادات و پیشنهادات زیبای شما عزیزان را دریافت بکنیم. همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم اخلاقی هستیم با موضوع تعصب. خانم اخلاقی، بس بر سر تعصب است و راهکارهای عملی که انسان میتونه از طریق بکار بردن این راهکارها تعصب را در وجود خودش کم بسازه. در خدمت شما هستیم. بله. با نام بردن دو راهکار عملی که یکیش بود منصف بودن، تمرین بر منصف بودن و جایگزین کردن موضوعات او چیز بد و بیماری اجتماعی، ما می توانیم این درد اجتماعی را کم رنگ تر کنیم. دوست. در واقع تمرکز ما روی موضوع اخلاقیات است و او وظیفه کسانی نیست که در جامعه مثلا معلم ما هستند یا استاد ما هستند یا علما، فقط وظیفه اونها نیست. یک بخش او برمیگرده به جامعه و کسانی که در جامعه اکتیو و فعال هستند مانند علما. بله. یک بخش وسیع او برمیگرده به خود ما به عنوان فرد جامعه. یعنی هر چقدر که ما روی فضایل فردی خود بیشتر تمرین داشته باشیم، بیشتر کار کنیم، بیشتر میتوانیم به حل این مشکل کمک رسانی کنیم. یعنی نمیتوانیم این توقع را داشته باشیم که دیگران باید یک کاری بکنن تا یک مشکل بزرگ حل شود. تا زمانی که من فرد در یک جامعه این تصمیم را نگیرم و روی خود و روی نفسانیات خود کار نکنم یا به سمت علم و آگاهی قدم بر ندارم، این مشکل نمیتوانه به آسانی حل شود.
و در واقع بسیاری از مسائل اجتماعی هستن که خانم اخلاقی نیاز به بلند شدن و برخواستن و عمل کردن افراد داره. همیشه تا به کی باشه که ما چشممون به دیگری باشه، که دولت یک کار برای از ما بکنه، که دقیقا. حکومت یک کار کنه، کدام کشور خارجی به یک تغییر در جامعه که ما در حضور دارم انجام بده. خود از من هم به عنوان یک فردی که در این اجتماع حضور دارم، من میتونم که تاثیرگذار باشم دیگه، هر کس به اندازه خودش. اگر ما این احساس را داشته باشیم و این حس وظیفه شناسی را داشته باشیم و بتونیم که کار خودمون، وظیفه اخلاقی خودمون را انجام بدیم، میتونه این میل گسترش پیدا بکنه و تک تک جامعه یک چراغ را روشن میکنیم، کم کم چراغ‌های بقیه خانه‌ها هم روشن میشه و کل شهر و کل کشور میتونه که روشن شوه. درست است. ولذا من کاملا با این نظر شما موافق هستم و امیدوارم روزی برسه که تک تک مردم افغانستان نسبت به سرنوشت و آینده خودشان حساس شوند. بله، دیگه بالاتر از آیه قرآن نیست که میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بله، بله. یعنی خداوند هیچ قومی را از یک حالی به حالی دیگه تغییر نمیده مگر زمانی که خود آنها خودشان را تغییر دهند. این آیه یک اشاره بسیار مستقیم داره برای که فرد باید خودش پاخیزه در درجه اول تا بتوانه یک مشکل را حل کنه. وقتی افراد زیاد شد، خب مشکل هم زودتر حل خواهد شد. خب در برنامه قبلی یک حرف دیگه ای که زده بودیم، گفتیم مشکل دیگه ای که یکی از موجبات دیگه ای که تعصب را ایجاد میکنه در جامعه همو کبر هست. نسبت به خیلی چیزها در کشور ما یکم نسبت به قومیت پررنگ است، نسبت به نسب ها پررنگ است. یک نکته از روایت امام سجاد علیه السلام امروز مرور میکنیم که حواسمان یک کم جمعتر شد، برای که این نسب نیست که به ما یک فضیلتی را میبخشد، در واقع این اخلاق مای فرد هست، اخلاق اجتماعی ما است، رفتارهای ما است، علم و دانش و خود ما هستم که نسبت به نسب خود این فضیلت را میدم. یعنی اگر فکر میکنید که فلان افراد چون از فلان قوم هستند پس مردم شجاعتری هستند، کاملا در اشتباه هستیم. یعنی او اشخاصی که در او قوم هستند به واسطه شجاعت خود، مثلا به واسطه مثلا خلوص خود، به واسطه اخلاق خوبی که دارن، بر نسب خود این فضیلت را وارد کردن که باعث شدن مثلا ما امروز بگوییم که فلانی ها آدم های مثلا شجاعی هستند، فلانی ها مثلا فلان قوم فلان نسب آدم های خوش رفتاری هستند، خوش زبان هستند، بهترتر هستند از فلان مردم دیگه، باهوش هستند. بله، این یاد دیگه صفات هایی که شاید ما فکر کردیم تا الان که این نسبش باعث شده که رگ به رگ این منتقل شود، در حالی که این خود او افراد هستند که باعث شدن که نسبی یک قومیتی در جامعه بالا بیاد. بله. نمی‌دونیم این تأیید این حرفی را که امروز به این نتیجه رسیدیم را در کلام امام سجاد علیه السلام به وضوح ببینیم که نسبت به مردم زمان خودشان این حرف را زده بودند و گوشزد کرده بودند که نسب قریشی یا عربی به خودی خود به نفسه ارزش و اعتباری نداره، بلکه او احترام، تواضع و تقوایی که در افراد او وجود داره باعث می شود که مثلا نسب قریشی یا نسب عربی ارزش پیدا کنه، چون ائمه ما از قبیله قریش بودن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قبیله قریش بودن. آیا قبیله قریش خودش این امتیاز و این فضیلت را داشت، یا اشخاصی مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شخصیتی که در تاریخ از خود نشان دادن این فضیلت را به نسب ارائه دادن؟ خب مسلم است که فرد پیامبر یا فرد ائمه با خوبی هایی که داشت باعث شده بود که مثلا قبیله ای که در او بود زبان زد خاص و عام شود. پس این نکته هم به عنوان مؤکد و مبین این مطلب در نظر بگیریم که این ما هستیم که به نسب خود اعتبار می دهیم، نه که نسب باشه که دست ما اعتبار بده و مرا بالا بکشه. بله. و اگر کسی هم هست که به نسب خودش افتخار میکنه، اشتباه میکنه. اگر تو تانستی که خود بالا بکشی، پس به خودت افتخار کن، وگرنه افتخار کردن به نسب ها که ارزش نداره. یک نفر بگویی که طایفی از ما انسان های مثلا همه عالم هستند، گیرم که پدر تو هست عالم، از فاضل، از فضل پدر یا از علم پدر، تو را چه حاصل؟
دقیقا. یک مسئله مهم است. یعنی اگر ما از یک نسب بسیار عالی باشیم، از یک قبیله عالی باشیم، ولی خود ما فرد یک دوست باشیم مثلا، یا یک دروغگوی قهار باشیم، یا یک فاسد اقتصادی باشیم، هم نسب خود خراب میکنم، هم خود خراب میکنم. هیچ وقت نمیتوانم بگم نه من از او قبیله هستم، پس این چیزها را نبینید، همچین چیزی امکان نداره. بله. اما مورد آخری که میتوانیم به او اشاره کنیم که از لحاظ اخلاقی و علم و آگاهی میتوانه به ما کمک کنه تا با بیماری تعصب در جامعه بجنگیم، مطالعه تاریخ گذشتگان است. مطالعه اقوام گذشته و کسان دیگری که با این موزل سر و کار داشتند و چه عاقبتی، چه اتفاقاتی برای اونها افتاده است. کسی که مطالعه میکنه تاریخ را و او را به عنوان یک علم به درد نخور نمیبینه، بسیاری درس ها از گذشتگان میگیره، از افراد ناماوری که در گذشته زندگی کردن، جنگیدن، یک کارهایی در جامعه انجام دادن، نقاط ضعف و قوت و اشخاص را که ببینن میفهمن که خب یک جاهایی که به سمت تعصب رفته، به صورت به سمت قومیت پرستی رفته، چه اتفاقات بدی افتاده. اگر دچار هلاکت شده و ما ایره از این تاریخ یاد گرفتیم، آیا ای عاقلانه است که من خود به سمتی همی تعصب پیش ببرم، من در رفتار اجتماعی خود، در رفتار خانوادگی خود عصبیت ورزی کنم؟ خب مسلم است که او چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده، یک بار دیگه هم اگر من همو کارا را ادامه بدم، اگر من همو رویه را پیش بگیرم، همون هلاکت، همون اتفاقهای بد بر ما هم اتفاق خواهد افتاد. انسان عاقل خان مخلوق باید که از تاریخ درس بگیره. تاریخ تجربه افرادی است که من میتونم بدون اینکه به خود زحمت تجربه کردنش را بدم، بهره مند شوم از اون تجربیات. و قطعا یک انسان عاقل از این تجربه ها استفاده میکنه، نقاط خوب و روشن را میگیره، نقاط تاریک و نقاط بد را سعی میکنه که از زندگی خودش دور بسازه، تا او اشتباهاتی که گذشتگان مرتکب شدن و باعث از بین رفتن بنیادها و از بین رفتن شهرها و تمدنها شد، ما دیگه او اشتباهات را انشالله انجام نده. بله. امام علی علیه السلام در پندها و نصیحتهایی که به فرزند ارشد خود، فرزند کلانتر خود، امام حسن علیه السلام دادن و در تاریخ آمده، به همین نکته یک اشاره خوب میکنن و میفرمایند که فرزندم، درست است که ما به قدر پیشینیان گذشتگان عمر نکردیم، ولی با مطالعه سرگذشت اونها و با دقت در رفتارهای اونها، نقاط ضعف و قوت اونها در زندگی به یک نتایج رسیدیم، نقاط خوب اونها را گرفتیم، اخلاقیات خوب اونها را سعی کردیم که در خود پرورش دهیم و تمام تلاش خود بیکار بردیم که اون نقاط منفی، به خصوص تعصب ورزی و کارهای جاهلانه‌شان را در زندگی خود پاک کنم. یک وقت نشود که ما هم همون کارها را انجام بدیم و به این وسیله انگار که یک کسی مثل خود همونا شدیم. یعنی لازم نبوده که ما دوباره همه اونها را تجربه کنم، همه اونها را از سر بگذرانم تا مثلا بفهمم که عصبیت ورزی هلاکت آور است. فقط کافی بوده که دقت داشته باشم در گذشتگان خود، در پادشاهانی که ما قبل ما زندگی کردن، مردمی که ما قبل ما زندگی کردن، یک جاهایی که سکوت کردن چه اتفاقی بدی برایشان افتاده، یک جاهایی که نسبت به قبایل دیگه تعصب ورزی کردن چگونه دوستی آنها را از دست دادن و یک جایی که به آنها نیاز داشتن آنها دست کمک به سمتشان نرسانده و قومیت و جامعه از بین رفته. خب اینها رو به عنوان یک درس گرفتیم و او رو در زندگی خود به کار بردیم. این پندهایی است که امام علی علیه السلام به امام حسن داده و در او به همین نکته اشاره کرده که مطالعه تاریخ بیفایده نبوده، نمیتوانه باشه. شاید همین یک دلیل است که به عنوان یک منبع درسی تاریخ برای ما آمده، تا فقط در این نیامده که ما فقط افتخارات گذشتگان خود یاد بگیریم و او را هم کنیم بگیم که ما در یک کشوری هستیم که خب این رقم پادشاه ها داشته، این رقم اماکن تاریخی داشته. غیر از اینها یک سری درس های در تاریخ هست که ارزش این را داره که ما نسبت به اونها دقت کافی و وافی داشته باشیم. بله. و خانم اخلاق
نکته جالب برای مردم از ما شاید این باشه که ما حتی نیاز هم نیست که کتاب های تاریخی را بخوانیم. موضوع برنامه را که نگاه میکنم، اگر بخوایم که پند بگیرم از تاریخ کشور خودم، تجربه خودم و چیزی که مردم از ما در 30 سال گذشته، 20 سال گذشته، 40 سال گذشته از سر گذراندن و دیدیم که نتیجه تعصب ورزی ها چی بود، دیدیم که چقدر جانهای عزیز از دست رفت، دیدیم که چقدر کشور نابود شد، ملت نابود شد، پراکنده شد. بیشترین میزان افرادی که مهاجرت کردن از کشور ما داریم. آشوب ها، سردرگمی ها، ناراحتی ها، چقدر عزیزانی را از دست دادیم. الان دیگه شاید ما خانواده ای در کشور ما نداشته باشیم که یک عزیزی داغدار نباشه. درست. بله، داغدار نباشه و عزیزی را از دست نداده باشه. لذا ما اگر کتاب تاریخ نمیخوانیم، از تجربه تاریخی خودمان پند بگیریم و دیگر چیزهایی که میدانیم که اینها باعث نابودی ملت هستن، نابودی کشور هستن، را تکرار نکنیم انشاءالله. درست است. در واقع شما تمرکز دارین روی ای که نیاز نیست که سالهای بسیار دور برویم. بله. الان را وقتی مشاهده کنیم از سرنوشت یک نفر دیگه که در فضای مجازی پر است که فلان اتفاق برای فلان کس افتاد، بسیار درس ها میتوان آدم بگیره و یک جایی باید اتفاقاتی بعد بس شوه و او بله. بستگی به همت خود ما داره. بله. خب مخلوق در حد 3 دقیقه اگر یک جنبندی بفهمید کل برنامه رو که در این 6 قسمت گذشته در خدمت بینندگان محترم بودیم در مورد موضوع تعصب صحبت کردیم، بسیار تشکر. در این برنامه آخر به عنوان یک جنبندی ما سراغ راهکارهای عملی بر ضد یک بیماری اجتماعی رفتیم، گفتیم یک قسمت از فطری هست. خب چون فطری هست، پس بر فرد ما واجب است که مقابله شخصی هم با این بیماری داشته باشیم. یک قسمت او مربوط به اجتماع است، مربوط به مکاتب و مساجد و رسانه هاست که هر کسی در حدی که احساس وظیفه میکنه نسبت به این موضوع از خود یک همت نشان میدهد. مثل خود همین برنامه که یک برنامه دینی هست، ما تلاش داشتیم که از زاویه آموزه های دینی به این سوال پاسخ دهیم که آیا دین اسلام یک دینی بوده که تشویق کرده بر تعصب ورزی یا نه یک فرقهایی داشته و در نهایت با بیان یک سری روایات و آیات به این نتیجه رسیدیم که نه خیر، اسلام یک تفاوتی بین تعصب ورزی منفی و مثبت قائل بوده و گمان نشوه که دین اسلام خواستار داشتن انسان‌های بسیار خشک مغز و سرسخت و بدون داشتن گوش شنوا بوده، یک حد فاصلی بین اونها قائل بوده که ما رو در برنامه‌های قبل اعلام کردیم و ما می‌توانیم از این معضل اجتماعی به زودی رها شویم هر وقت که بر آگاهی‌های خود، حتی آگاهی‌های غیر دینی خود بیشتر افزون کنیم. حتی علم پزشکی میتوانه بر تعصب ورزی در جامعه کمک کنه، حتی علم مثلا کیمیایی میتوانه به این موزل کمک کنه، تمام علوم میتوانه روشنگری باشه یا روشنگری کنه بر همه موزلات حتی اخلاقی و اجتماعی. چقدر که دایره فکر ما بزرگتر شد و میفهمیم که دنیا همون دنیای کوچیکی که من فکر میکردم نبوده و نیست. درست است. بله، بسیار تشکر میکنم از شما خانم اخلاقی بزرگوار، بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز و محترم، اگر که به این موضوع علاقمند هستین، اگر که قسمت های گذشته برنامه را از دست دادید، میتونید که از طریق فضای مجازی، از طریق کانال یوتیوب برنامه، از طریق اینستاگرام و همچنان از طریق فیسبوک برنامه گذشته را ببینید و استفاده بکنید. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 هم که در اختیار شما عزیزان هست و شما عزیزان میتونید که هر زمان که خواستید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید و سوالات خودتان را در مورد برنامه و همچنان انتقاد یا پیشنهادی اگر در مورد برنامه دارید برای از ما روان بکنید. عزیزان و مهربانان، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک شدیم و رسیدیم. دعا میکنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه ان شاء الله. عزیزان در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.